پرستاران در ایران که در صف اول مقابله با بحران‌های سلامتی قرار دارند و نقش حیاتی در حفظ سلامت جامعه ایفا می‌کنند، خودشون در چه شرایطی به سر می‌برند؟ آیا این مدافعان سلامت خود تو شرایط مناسبی هستند؟ آیا دولت‌های گذشته و حال توی این حکومت به مطالبات به حق اونها پاسخ دادن یا خواهند داد؟ 17 سال سابقه کار دارم، ولی هیچ وقت ما حمایتی از بزرگترامون توی حتی تا وزارت خونه ندیدیم. با این دریافتیایی که داریم، با این تایمی که داریم میذاریم، انرژی که داریم میذاریم، شبکاریایی که میریم، نه موافقاتمون درست به روزه، نه رفاهیاتمون درسته. با خیلی از کم و کاستیا ساختیم، با نبود امکانات ساختیم، با نبود پزشکی ساختیم، با نبود هر چی که بوده ساختیم و الان این جمعی که بیرون اومده بدونید دیگه خیلی بهش فشار اومده. با هم حق داریم، الان باور میشه ما شبو بیمارستان کار کردیم با زمان کرونا هزار تا بچه نمیدونن نباید چطور اینجا کار کردن، زمان کرونا هم تو بچه کرونا کار کردن، مثل یه بار پوستا میرن میمونن، هم کرونا به من میدادن یه بار پوستن همراه میشیم با خانم مریم تهرانی، پرستار و مسئول انجمن زنان علیه بنیادگرایی، تا بیشتر به موضوع پرستاران و وضعیت اونها بپردازیم. خانم تهرانی، به شما سلام و خوش آمد میگم. خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادین و همراهمون هستین. ابتدا میخواستم نگاهی بکنیم به شرایط و وضعیتی که پرستارا تو ایران با اون الان مواجه هستن و الان در اثر اون فشارها صداشون رو داریم تو خیابون‌ها و کف خیابون‌ها هر روز می‌شنویم و مقایسه وضعیتشون با کشورهای خارجی و کشورهای دیگر رو شما چطور می‌بینید؟ خانم تهرانی، اولا که خیلی ممنونم که این وقت رو به من دادین، واقعا تشکر می‌کنم ازتون. واقعا خسته نباشید میگم به پرستارایی که الان توی خیابون هستن. اگر بخوایم وضعیت پرستارای ایرانو، فقط پرستارای ایرانو در نظر بگیریم، وضعیت خیلی بدی دارن، از هر نظری هیچ امنیت ندارن. به قول شما گفتنی مدافع بیماری های جامعه هستن که ندارن به این به جامعه پیشرفت بکنه، پیشروی کنه. کار بسیار بسیار طاقت فرساییه، بسیار زحمت میکشن، ولی خب هیچ چیزی در هیچ شرایطی نداشتن. خب من هم توی ایران کار کردم اون زمان، هم در آلمان کار کردم. واقعیت اینه که نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد. شما وقتی که یه پرستار رو توی ایران میبینین، شما از نظر اضافه کاریش، از نظر حقوقش، از نظر امکاناتی که در اختیار یه پرستار میذارن در رابطه با کاری که انجام میده، نه در رابطه با رفاهیات خودش، حتی از دستکش، حتی از ضدعفونی، حتی از اینا، کمبود اینها رو حساب میکنی، میبینی که همه مدل پرستار واقعا ستم مضاعف بهش میشه، به خاطر اینکه هم کارش سخته، هم کمبود وسایل داره، هم حق و حقوقش داده نمیشه. الان واقعا خیلی خوبه که پرستارا اومدن بیرون در تمام کشور، در هر هی هم مرتب هی اضافه تر شدن کشور، شهرهای مختلف، مشهد، اصفهان، سنندج، همه جا، و از همه، به قول معروف، از همه بیمارستان ها، یعنی یه بیمارستان نبوده. و اینو خود هفته گذشته محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، میگه در 100 سال اخیر این اولین باریه که اعتراض به صورت کشیدن از کار در رابطه با پرستاران انجام شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا دیگه کار به استخونشون کشیده رسیده که اومدن دست از کار کشیدن، به دلیل اینکه در جامعه پرستاری یک قانون بین المللی هستش که شما در هیچ عنوانی به هیچ عنوانی نمیتونی دست جمعی اعتراض بکنی. اعتراضات داریم، نه که اعتراضات نداشته باشیم، هستش اعتراضات، ولی نه به صورت جمع کل بیمارستان ها بسته بشه، کل بیمارستان پرستارا بیان. پس باید اینا واقعا شرایط انقدر سخت بوده باشه که اینا بیان بیرون. من میخوام مقایسه، فقط میخوام یه به اصطلاح یک چیز کوتاهی در رابطه با پرستارا. مثلا یه پرستاری که در ایران داره کار میکنه بعد از 10 سال سابقه کار داره،
12 میلیون یا 14 میلیون حقوق میگیره. این 14 میلیون 12 میلیون، این 7 یا 8 میلیون فقط واسه کرایه خونه‌اش باید بده، با گوشت 800 تومن 1 میلیون تومن. یعنی واقعا شرایط خیلی بده. الانم که واقعا نمیدونم چجوری بگم، واقعا بیشرمیه، یعنی نهایت بیشرمیه که به پرستار میگه بیا اضافه کار بکن ولی بهت ساعتی 20 تومن میده. یعنی چی؟ یعنی شما یک ساعت کار طاقت فرسای پرستاری رو انجام میدی، یه مریض در حال مرگ و نجات میدی یا یه بیماری مصری رو کاراش رو انجام میدی، بعد به جاش یه دونه بستنی میتونی بگی. یعنی با اون 20 تومن شما میتونی یه آدامس بخری، یه دونه بستنی بگیری. یعنی اینا واقعا چیزایی که هر چی صحبت بکنی در رابطه با وضعیت پرستاران تو ایران واقعا خیلی اسفناکه. الان من میتونم مثلا از پرستاری توی آلمان بگم چون خودم کار کردم، خودم چیز دارم میبینم. در زمانی که ما داشتیم در رابطه با کرونا کار میکردیم، زمان کرونا حقوق هر پرستار اضافه بر حقوق 300 بین 300 بستگی به کاری که انجام میدادی و بستگی به جایی که بودی بین 300 تا 400 یورو اضافه میشد، غیر از اینی که بهت اضافه تعطیلی اضافه میدادن، ساعت‌ها تو اضافه میکردن، غیر از اینکه بهت یک روز مرخصی اضافه تر میدادن، غیر از اینکه شما هر وسیله‌ای که میخواستی در اختیارت بود. یعنی اینطوری نبود که بهت جیره بدن که اینقدر دستکش مصرف کن، اینقدر ضد عفونی مصرف کن، اینقدر اینو مصرف کن. یعنی شما ایرانو اصلا نمیتونین با هیچ کشور دنیا مقایسش کنین، نه در رابطه با پرستاری بلکه در تمام چیزهای دیگه. دیگه حالا پرستارام که به نظر من ستمشون مضاعفه و همینطور که اومدن خیلی شعارهای خیلی هم زیبایی هم میدن، قدرت ما جمع ماست، حاصل دسترنج ماست، خیلی خیلی شعار خوب به جای. و بازنشستگان هم اومدن به اینا پیوستن، این خیلی نکته مهمیه که از چیزهای دیگر از بازنشستگان مخابراتن و یا جاهای دیگه اومدن به اینا پیوستن. و باید بگم که به قول از صحبتهای خانم مریم رجوی میگم که میگن پرستاران در حالی در شرایط سختی به سر میبرن که سرمایه های کشور و دارایی های کشور توسط باند های چپابولگر این جنایتکاران چپابول میشه. یعنی واقعیتیه که واقعا میگه. بله خانم تهرانی اگه موافق باشین خیلی کوتاه یک بار از صحبت های همین پرستاران که برخشان تلویزیون حکومتی دیروز پخش شده خیلی کوتاه با هم بشنویم و دوباره با شما برمیگردیم. حقوق ضعیفی داریم، شیفتای سنگین داریم، نمیدونم شبکاری داریم، تو بدترین شرایط ما داریم، یه مشاغل سخت هم حساب نمیشیم. بچه هایی که صبح تا شب با اینجا کار میکنن، شیفت صبحشون رو میان، شیفت عصرشون رو میان، شیفت شبشون رو میان، برای ساعتی 20 تومن. یکی از خواسته هامون این که پای حقوق ها افزایش پیدا کنه. پرستار الان با 10 سال سابقه کار 12 تومن 13 تومن دریافتی حقوقشونه. طبق قراری که دکتر امانی توی تلویزیون توی صدا و سیما مصاحبه کردن اومدن گفتن که با ضریب 1 همچنان مثل ضریبای قبلیه. ما مجموعه درخواستایی داریم که بسیار وعده‌های زیادی هم درباره شنیدیم ولی هیچ کدوم اجرا نشده. بله همونطور که اینا از پرستارا شنیدیم خانم تهرانی، راه حل چیه؟ آیا الان با دولت پزشکیان که جدیداً اومده و از دیروز هم کارش شروع کرده میتونه به وعده ها و چیزهایی که گفته شده برای مشکلات پرستارا پاسخ بده، حل بشه؟ پیش بینی شما تو این رابطه چیه؟ من میگم مطلقا، به خاطر اینکه رئیسی، به خاطر اینکه پزشکیان که اومده روی کار، اولین چیزش این که اعدام ها اضافه تر شده، اعدام ها زیاد شده، پس یه چیزی بدتر از رئیسیه. از این بعد از زمانی که این پزشکیان اومده صد که نون قیمتش گرون شده، قیمت نان که مصرف روزانه است گرون شده، بعد ما چه توقعی داریم که بخوان بیان پرستارا رو بیان بهشون حقوق اضافه هم نمیخوان، کاری که کرده در ازاش پولش رو میخواد، حقوق خودش رو میخواد. واسه همینم به نظر من نمیتونه پزشکیان، همونطور که خودش هم گفته به گفته های خودش که میگن پزشکیان دکتر
متخصص قلب فوق تخصص قلب داره، ولی به قول خودش نمیتونه بنویسه، نمیتونه بخونه. یعنی این اصلا این خودش هم کابینه پوشالیش هیچ کاری، یعنی از هیچ کاری از دستش بر نمیاد و نمیتونه. و پاسخ اصلا دیگیم به این اعتراضات و به این تظاهرات های پرستاران چی بوده؟ غیر از این که گرفتنشون، غیر از این که دستگیرشون کردن، غیر از این که اومدن تهدیدشون کردن بیرونتون میکنیم، آن وقت توقع دارن که پرستاران، الان شما وقتی نگاه میکنین میبینین که پرستاران، خروج از کشور پرستاران، خارج شدن پرستاران از ایران خیلی زیاد شده. چرا؟ به دلیل اینکه تمام کشورها از جمله آلمان به شدید به پرستار احتیاج داره. خب چرا باید بمونه اونجایی که انقدر ازش چیز متاسف؟ آدم متاسف میشه به خاطر بیمارایی که وجود دارن، آدم متاسف میشه به خاطر بچه‌هایی که اونجا وجود دارن. چرا باید یه پرستار بهش انقدر رسیدگی نشه که با خیال راحت بتونه این کارش رو پیش ببره؟ متاسفانه که نه، پزشکیان هیچ کاری نمیتونه انجام بده. و به نظر من اینی که حرف آخر رو سرنگونی این رژیم میزنه، هیچ کسی هیچ کاری ازش بر نمیاد. فقط باید هممون با همدیگه دست به دست هم بدیم و این رژیم رو سرنگون بکنیم. بسیار سپاسگزارم از شما خانم مریم تهرانی، پرستار و مسئول انجمن زنان علیه بنیادگرایی، که همراه ما بودین و همه نکاتتون پیرامون موضوع پرستاران و تجاربی که تو این رابطه داشتین و مشکلاتی که الان پرستارانمون در کشورمون با اون مواجهن. خیلی ممنون از حضورتون، وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما خانم تهرانی. خیلی ممنون از وقتی که به من دادین. شب بخیر. شب شما خوش.